هی hey گایز بچه هم دارم که حالتون عالی باشه من مثل خوب خوب هستم و با یه ویدیو دیگه به سراغ شما برگشتم توی این ویدیو همونطوری که بهتون قول دادم قرار به آلکالوز متابولیک صحبت کنیم وضعیتی که توی اون خون بازی میشه در ویدیو قبلی راجع به اسیدوز متابولیک صحبت کردیم موقعی که خون اسیدی میشد اینجا برعکسشه یعنی وقتی که خون بازی و حالت بازی پیدا میکنه توی این ویدیو قرار بریم سراغ پاتوفیزیولوژی که چه علتهایی رخ میده به صورت مثل پسندانه که در نهایت ال ال آلکالوز اتفاق میافته و بعدش میایم سراغ تشخیصش این که چطور میتونید راحت آلکالوز تشخیص بدید از روی LBG و بعد از روی در واقع علائم و در نهایت بفهمیم که ثانویه اولیه این چه و چطوری افتراقش بدیم و مهمتر از همه چی در آخر میرسیم به درمان آلکالوز این که شما با من یک پزشک من یک پرستار با من یک کادر درمان چطوری میتونید آلکالوز رو درمان کنید حتما لایک کن سابسکرایب کن زنگوله کنارش رو بزن این خیلی به من کمک میکنه اگرم دارید آره از اینستاگرام میبینید اینستا من این بالا میاد سیوش کن لایکش کن کامنت بذار و همین الان همین ویدیو رو به افرادی که فکر میکنید نیاز دارن بفرست دوست و خواستم تشکر کنم مرسی بابت این همه حمایت بابت این همه کامنت پر انرژی که اون پایین میذارید امیدوارم که بتونم جبران کنم براتون و ویدیوهای باحال تری براتون بسازم Let's do this guys بریم ببینیم ماجرا چیه و آلکالیزم متابولیک چی میگه بریم انجامش خب دوستان ما به عنوان یک مستر پسند هر چیزی رو قبول نمی کنیم باید علتش رو بدونیم وقتی که میگیم الکالزم متابولیک یعنی اینکه خون بازی میشه باید سری بپرسید که چرا خون بازی میشه متاسفانه در دانشگاه ها فقط میان میگن که خون به خاطر مثلا فلان بیماری فلان بیماری بازی میشه اما نمیگن چرا این بیماری باعث بازی و آلکالوس کردن خون بدن میشه اما اینجا قراره بهتون بگم که دیگه هیچ وقت توی ذهنتون سوال نمونه و خودتون با وجود این پاتوفیزیولوژی ها برسید به چیزی که میخواید و کل اون مشکلات توی ذهنتون حل بشه و دیگه حفظش نکنید خب دوستان وقتی میگیم آلکالوز متابولیک یعنی اینکه پی اچ بدن افزایش پیدا کرده یعنی پی اچ رفته بالا یا در واقع ماجرا دیگه اسید نیست ماجرا بازیه برعکسه خب اول بریم سراغ اولین علت استفراغ یا ساکشن انجیتیوب خب شاید بگید مثل چرا استفراغ باعث ایجاد آلکالوز متابولیک میشه و یا چرا ساکشن کردن از لوله انجی یعنی کشیدن اون مواد به سمت بیرون باعث ایجاد در واقع آلکالوز میشه خب دوستان خیلی راحته دقت کنید معده شما چی داره چی تولید میکنه اسید تولید میکنه معده شما پر از پروتون یا اچ مثبت یا اسید هستش خب این معده شماست پر از پروتون یا اچ مثبت یا اسیده که بتونه غذا رو هضمش کنه فکر کنید وقتی که استفراغ ایجاد میشه کل این اسید از طریق مری و دهان خارج میشه میاد بیرون داری اسید بدنت رو کمش میکنی خب وقتی که اسید بدنت رو کمش میکنی خیلی واضحه که مثلا وقتی که اچ مثبت میاد بیرون 100 درصد پی اچ میره بالا و در واقع اتفاقی که میفته الکالیز متابولیکه این یک علتشه علت دوم گفتیم ساکشن کردن از انجیتیو شاید برای شما اتفاق افتاده باشه به خصوص اونایی که آی سی کارن بعضی از مواقع لازمه برای اینکه بخوایم یک انسدادی رو در لوله انجیتیو یا در معده یا مری در واقع حالا بخوایم برطرف کنیم باید ساکشن کنیم خب و برای اینکه بعضی مواقع بفهمیم که چقدر ماده مونده توی معده ما باید ساکشن کنیم خب و ساکشن کردن این مواد به خاطر اینکه کلی اسید از معده داریم میکشیم بیرون در, در واقع سرنگ گاواژ باعث میشه که اسید بدن کمتر بشه و در واقع پروتون رو داری خارجش میکنی و این هم باعث پی اچ بالا در افرادی که چهار حالا اینجتیو دارن در آی یا یعنی افرادی که حالا با مسمومیت مراجعه کردن و قرار شستشوی معده بشن وقتی که معده رو شستشو میدن و حالا مواد معده رو میکشونن بیرون بعد از اون اگر آزمایش بفرستن میبینن ممکنه افراد دچار آلکالوز متابولیک گذرا شده باشن به خاطر اون شستشویی که اتفاق افتاده و اسید معدهشون رو کشیدن بیرون این هم یه نکته دیگه که دیگه سوالی توی ذهنتون نباشه که چرا استفراغ باعث ایجاد آلکالوز میشه در صورتی که اسهال اسیدوز میاره استفراغ به خاطر که کل مواد اسیدی رو میکشه بیرون خب بریم سراغ علت بعدی علت بعدی دیوریتیک هاست دیوریتیک ها میدونید داروهایی مثل فروسماید دیوریتیک های لوب با اسمش کل آب بدن رو میگیره و از طریق و کلیه ها شیفت میده به سمت بیرون خب وقتی که دیوریتیک کل مواد رو شیفت میده به سمت بیرون از این طریق کار میکنه که سودیوم و پوتاسیوم رو میفرسته بیرون آب هم به دنبال سودیوم از داخل در واقع کلیه و بدن خارج میشه و با این کار باعث مثلا بهبود کردن ادم کاهش فشار و خون میشه با کاهش آب بدن وقتی که داره این پوتاسیوم و سودیوم رو میفرسته بیرون علاوه بر اینها پروتون رو با اینها میفرسته بیرون پروتون پیش نیاز اسیده و در واقع اسیده وقتی که پروتون از طریق ادرار دفعش میکنه علاوه بر اینها هاش سی او سه یا بیکربنات رو جذب میکنه کلی یعنی پروتون که عامل اسیده رو پرتش میکنه به سمت بیرون به خاطر تاثیر دیروتیک ها همراه با سدیم و آب و در مقابل دوستان هاش سی سه یا بی رو جذب میکنه هاش سی عامل چیه عامل ایجاد باز در بدنه مخالف اسیده وقتی که تو هاش سی سه رو جذب میکنی پروتون رو دفع میکنی اتفاقی که میفته اینه که دوری اسید رو کم میکنی باز میبری بالا و در نتیجه در نتیجه عملا داری پی اچ رو با این کار میبری بالا داری هاش،, هاش, رو داری H مثبت رو دفعش میکنی هاش سیاسه رو داری در واقع بازجذبش میکنی این همش به کمک دیوریتیکا اتفاق میفته و با این کار آلکالوز رخ میده و در میبینیم توی دیوریتیکایی مثل فروسماید ما آلکالوز متابولیک رو خواهیم داشت بعدی بعدی اسیدوز تنفسیه شاید بگی مستر اسیدوز تنفسی چه ربطی به آلکالوز متابولیک داره ببینید وقتی که ما اسیدوز تنفسی میشیم اتفاقی که میفته اینه که در ریه های ما CO2 جمع میشه به دلیل چی؟ به دلیل COPD یا در واقع انصداد مزمن تنفسی به دلیل آسم به دلیل ریوی به دلیل یک سری انصداد توی ریه و مشکل ریه CO2 توی ریه تجمع پیدا میکنه دوستان CO2 خاصیت اسیدی داره و چون خاصیت اسیدی داره باعث کاهش pH ریه میشه در اینجا ما میگیم اسیدوز تنفسی رخ داده فکر کردید بدن دست رو دست میذاره و اسیدوز تنفسی رو نگاه میکنه؟ نه بدن همش یک پارچه است وقتی که میبینی یه جاش مشکله سعی میکنه جبرانش کنه بعدن وقتی که میبینه اسیدوز تنفسی توی ریه داره رخ میده میگه خب من چکار میتونم بکنم که اسیدوز تنفسی رو جبرانش کنم میام آلکالوز متابولیک رو رامیندازم که اسیدوز تنفسی جبران بشه خب از چه طریق این کارو میکنه وقتی که اینجا اسیدوز متابولیک رخ داد به مغز پیام میرسه که های مغز ما دچار اسیدوز شدیم توی ریه یه کاری بکن مغز میاد به کلیه ها دستور میده میاد به کلیه ها میگه کلیه ها ما دوچار اسیدوزیم بیا یه کاری بکن بیا اچ مثبت که عامل اسیده رو پرت کن توی ادرار بیرون که اسیدی اسیدیته بیاد پایین و در مقابل هاش سی رو بکش داخل که ماجرا بازی بشه در اینجا کلی هم میاد هاش مثبت یا اچ مثبت یا پروتون رو در واقع میندازه بیرون که اسیدیته کم بشه و در مقابل هاش سی و سه که عامل بازه رو جذبش میکنه باز جذبش میکنه به سمت خون که در واقع باز بشه بازی بشه خون و با آلکالوس کردن خون برای جبران اسیدوز تنفسی اقدام میکنه این همش برای جبران اسیدوز تنفسی در اینجا میبینید فرد دوچار اسیدوز تنفسیه ولی وقتی که آزمایشو میفرستیم ببینیم آلکالوزم تابولیک هم هست این به خاطر که داره جبران میکنه بدن در مقابل یک نکته خیلی مهم برای آی سی کارا اینجا هست دقت کنید ببینید وقتی که افرادی که مثلا با مشکل اسیدوز تنفسی میرن آی و میزان تجمع بیکربونا توی میزان تجمع دی اکسید کربن توی ریه این افراد خیلی بالاست و میرن آی سی وقتی که این افراد دوستان این اینتوبه میشن وقتی که این توبه میشن و لوله وارد حلق این افراد میشه چون دیگه تحت ونتیلاتور قرار میگیرن دستگاه ونتیلاتور میاد تنفس رو ایجاد میکنه و انصداد رو رفع میکنه به یک بار کل این CO2 ی که اینجا محبوس شده بود به خاطر انصداد تخلیه میشه و اسیدوز تنفسی تصحیح پیدا میکنه یا حتی شاید تبدیل به آلکالوز تنفسی میشه به خاطر که کل سی 2 داره پرت میشه کنش... می بیرون به خاطر ونتیلاتور و رفع انسداد در نتیجه میبینیم توی ریه پی اچ ما میره بالا حالا پی اچ ما رفته بالا اما هنوز پیامش به کلیه نرسیده که کلیه دست نگهدار اسیدوز تصحیح شد کلیه همینطور داره اسید رو پرت میکنه بیرون و آلکالوز ایجاد میکنه به خاطر مشکل قبلی خب در اینجا میبینیم هم اسیدو هم آلکالوز تنفسی داریم هم آلکالوز متابولیک پس تعجب نکنید وقتی که میبینید دو تا آلکالوز داریم یعنی آلکالوز میکس پس وقتی که آلکالوز میکس رو دیدید در بعد از این توبه کردن و وس کردن افراد به ونتیلاتور تعجب نکنید این به خاطر همین ماجرا و اینجا میگن در واقع آلکالوز پست هایپرکاپنیک هایپرکاپنه یعنی افزایش CO2 پست یعنی بعد از هایپر اگر الکلوز بدونید که آلکالوز میکسی که بعد از این اتفاق میفته این نکته بود که خواستم به شما به عنوان یک آی سی او کار بگم چون خیلی تو تستا میاد که چرا بعد از حالا این تو بیش ممکن آلکالوز میکس رو داشته باشیم ماجرا همینه حالا بریم سراغ علت بعدی خب این علت ها رو بهتون گفتم دوستان و خواستم اینو بهتون بگم قبل از که بریم سراغ علت های بعدی توی این علت ها اتفاقی که میفته کلور در ادرار کمتر از 20 توی این سه علت کلور در ادرار کمتر از 20 ولی توی این علت های بعدی کلور در ادرار بالای 20 این بعدا در تشخیص بهتون کمک میکنه خواستم اینجا بهتون بگم خب حالا بریم سراغ علت بعدی در علت بعدی ماجرا توی در واقع قده فوق کلی است قده فوق کلی که ما بشیم قده آدرنال در بالای کلیه قرار گرفته یک قده هستش که باعث تولید بسیاری از هورمون ها مثل آلدسترون مثل کورتیزون مثل اپینفری مثل نور اپینفرین میشه اما قسمت قشریش یعنی قسمت لایه قشریش آلدسترون و کورتیزول تولید میکنه اما بریم سراغ آلدسترون آلدسترون یک هورمون خیلی جالبیه که هم در فشار تاثیر میذاره هم در ادرار یعنی هم بر تنظیم آب بدن تاثیر میذاره هم در تنظیم فشار بدن تاثیر میکنه خیلی مهمه آلدسترون فکر کنید به خاطر یک تومور این تومور آبی رنگ در قده فوکلیه مثلا کنسر تولید آلدسترون خیلی میره بالا ما آلدسترون بسیار زیادی خواهیم داشت وقتی که میزان آلدسترون میاد بالا آلدسترون میاد بر روی در واقع توبول انتهای نفرون ها خب و های جمع کننده ادرا تاثیر میذاره و کاری که آلدسترون میکنه اینه دقت کنی کاری که آلدسترون میکنه سدیم و آب رو باز جذب میکنه به سمت بدن و باعث دفع پتاسیم به سمت خارج میشه یعنی پتاسیم رو میگیره میندازه توی ادرار سدیم و آب رو میکشه داخل و چون سدیم و آب یعنی نمک و آب رو داره برمیگردونه داخل خون باعث افزایش فشار میشه چون هم حجم داره برمیگردونه هم سودیوم رو داره برمیگردونه دوتاش باعث افزایش فشار میشه و در نتیجه سرکولیشن رو تصحیح میکنه بدن از آلدسترون موقعی استفاده میکنه که فشارش افت کنه میاد آلدسترون رو تحریک میده که برگردونه فشار به حالت نرمال حالا فکر کنید که به خاطر وجود تومور آلدسترون میزنش بالا رفته و سدیم بازجذب شده به دنبالش آب بازجذب شده فشار رفته بالا از این ور پتاسیم دفع میشه اما همراه با پتاسیم پروتون و یا اچ مثبت دوستان دفع میشه اچ مثبت همون اسید ماست و وقتی که دفع میشه به خاطر تاثیر آلدسترون از یه سمت تو دیگه h 3 باز میشه وقتی که ما دفع H مثبت داریم و باز جذب به h 3 اینجا بهتون گفتم یعنی چی یعنی م... اینکه داریم اسیدیته رو کم می‌کنیم و باز رو زیاد می‌کنیم و باز هم یه بار دیگه pH افزایش پیدا میکنه و تبدیل به آلکالوز متابولیک میشه به این افزایش آلدسترون میگیم اولیه چرا چون علت تو خود قده فوق کلیه است و خود قده فوق کلیه کلی مشکل داره و داره آلدسترون تولید میکنه. اما علاوه بر علت اولیه که در سندروم کان دیده میشه سندروم کان یه سندرومی هستش که به خاطر مشکل دار بودن در واقع همون قده فوق تولید آلدسترون به صورت اولیه رخ میده علاوه بر در واقع ماجرای اولیه ما ماجرای ثانویه داریم یعنی مشکل تو خود قده فوق کلیه نیست به خاطر یه سری از مشکلات دیگه قده فوق کلیه مجبور به تولید آلدسترون میشه پس مشکل جای دیگه است و قده فوق به خاطر مشکلات که در جاهای دیگه وجود داره باعث تولید بیش از اندازه آلدسترون میشه که به میگیم ماجرای ثانویه مثلا در تنگیر شریان کلیوی در سیروز کبدی در سی اچ اف یا نارسایی در واقع مزمن قلبی یا افزایش کورتیزول خب شاید بگید مستر چرا چرا توی این موارد ما افزایش ثانوی آلدسترون رو داریم باید برامون توضیح بدی تو گفتی که هرچی که نمیدونید باید, باید بپرسید منم میگم چاش درست میگید هر چی که نمیدونید بیاد بپرسید خب بریم ببینیم بهتون بگم چیه ماجرا ببینید در تنگیر شریان کلیه وقتی که کلیه این شریان کلیه است وقتی که شریانش به خاطر حال هر مشکل به خاطر لخته به خاطر تسلل به شرایین به خاطر هر مشکلی تنگ میشه و خون کمتری به کلیه برسه کلیه تشخیص میده که خون کمتری بهش رسیده و میگه چون خون کمتری به هم رسیده پس قلب مشکل داره و نمیتونه خوب پمپاش کنه خب چون خونه کمتری به من رسیده پس قلب مشکل داره نمیتونه خون پمپاش کنه پس ما باید کمک کنم به قلب یه کاری بکنم که هم خون به من برسه هم خون به قلب خوب برسه چه کار کنم بیام یه سیستمی رو فعال کنم سیستم رنین آنژیوتانسین مطمئنم این سیستم رو قبلا شنیدید اینجا نمیخوام به قولی خیلی عمیق برم براتون بررسیش کنم ولی اینو میخوام بهتون بگم سیستم رنین آنژیوتاس سیستمیه که توی کلیه است وقتی که فشار میاد پایین و خونرسانی به کلیه کم میشه این فعال میشه که باعث در واقع جبران فشار پایین اومده میشه وقتی که این استداد رخ میده و خون کمتری به کلیه ها میرسه از کلیه ها رنین ترشح میشه رنین یک آنزیمه رنین در نهایت تبدیل به آنژیوتانسین دو میشه آنژیوتانسین دو یک هورمون یک آنزیمه که میاد در واقع تولید آلدسترون رو تحریک میده و آلدسترون وقتی که تحریک بشه تولیدش میزانش میره بالا و دوباره ماجرای قبلی اینجا بهتون گفتم وقتی که آلدسترون میره بالا سدیم بازجذب میشه آب بازجذب میشه فشار میره بالا و در نهایت پتاسیم و پروتون دفع میشه اینجا که آلدستون به دنبال رنین آنژوتانسین رفت بالا باز هم میاد سدیم رو باز جذب میکنه آب رو پشت سرش باز جذب میکنه و بعدش فشار رو میبره بالا ولی در کنارش پروتون و پتاسیم رو دفع میکنه یا همون اسید رو دفع میکنه و به خاطر همین هم هست ما آلکالوز رو اینجا هم خواهیم داشت سیروز کبدی چیه سیروز کبدی دوستان ماجره یه کبد چیه کبد چی تولید میکنه آلبومین تولید میکنه کبد آلبومین تولید میکنه یک پروتئین خیلی خیلی بزرگ که باعث میشه این پروتئین قلزت خون بره بالا و خون توی رگ بمونه فکر کنید یه اتفاقی برای کبد بیفته مثلا هپاتیت بشه فرد یا مثلا الکل بخوره دچار سیروز کبدی بشه کبد خوب کار نمیکنه که بخواد آلبومین تولید کنه و در اینجا آلبومین خون میاد پایین خون و مایعات و خون کجا میره در نبود آلبومین از رگ میزنه بیرون چون غلظت داخل رگ کم میشه از رگ میزنه بیرون میره سمت بافتا و ادم اتفاق میافته درسته حالا وقتی که خونه کمتری توی عروق هست این یعنی اینکه میزان جریان خونه کمتری به کلیه ها میرسه وقتی که میزان خونه کمتری به کلیه ها برسه باز هم همین ماجراست مثل انسداد میونه کلیه ها میاد رنین ترشح میشه آنژوتانسین آلدسترون باز جذب سدیم آب از اون ور دفع پتاسیم و اسید و افزایش pH و ایجاد آلکالوز مورد بعدی CHF در CHF ما قلبی رو داریم در نارسایی قلبی قلب نمیتونه خوب پمپاش کنه و نمیتونه خون رو خوب به کلیا برسه باز هم ماجرای قبلی خون به کلیا نمیرسه رنین آنژوتانسین آلدسترون آلدسترون میاد کارش انجام میده واسه کاهش اسید دفع اسید و آلکالوز میشه و در نهایت کورتیزول یک وضعیتی هست که ما بهش میگیم افزایش کاذب آلدسترون آلدسترون افزایش پیدا نمی کنه، ولی علائم افزایشش وجود داره شاید بگید مثل چطوریه دوستان به جای آلدسترون برادر آلدسترون یا کورتیزول که من اینجا بهتون گفتم ما دو تا چیز داریم یا آلدسترون یا کورتیزول که از قده فوق کلیه قسمت قشیش رو پیدا میکن کورتیزول مثل آلدسترون با این تفاوت که کورتیزول میاد علائم آلدسترون رو ایجاد می کنه بدون اینکه آلدسترون وجود داشته باشه ولی به صورت موقت خب در ما میبینیم هیچ آلدسترونی در خون افزایش پیدا که ولی علائمش وجود داره و در نتیجه می‌گیم که افزایش کاذب آلدسترون افزایش کورتیزول توی بدن رخ داده که باز هم این اتفاق میفته بریم علت بعدی علت بعدی هایپوکالمی یا کاهش پتاسیم حالا شاید میگید مستر چرا کاهش پتاسیم باعث ایجاد آلکالوز میشه بیا بهتون بگم ببینید وقتی که پتاسیم کاهش پیدا میکنه توی بدن توی کلیه ها اینجا کلی است این نفرون کل این کپسول بومنه این گلومروله و اینجا نفرون ورودی اولیه نفرون و بعدش در واقع لوله پیچیده نزدیک وقتی که خون وارد اینجا میشه بدن چون پتاسیمش کمه دستور میده به کلیه که پتاسیمی که موجود توی مایعات جذبش کن نندازش توی ادرار من پوتاسیومو لازم دارم کلیه میاد پتاسیم رو از اینجا از اینجا دقت کنید میگیره وارد خونش میکنه این پتاسیم سیاه رنگه به کمک یک پمپ این پمپ اینطوری کار میکنه که پتاسیم رو میگیره در قبالش پروتون یا اسید رو پس میده به ادرار یک همچین پمپی داریم بهش میگیم پمپ پروتون پتاسیم پتاسیم رو میکشه داخل داخل سمت خون پروتون رو میندازه به سمت ادرار خیلی جالب این پمپ و پتاسیم رو میکشه داخل که جبران بشه پتاسیم کم شده یه بدن ولی در عوضش پروتون و یا اچ مثبت رو وای دفع میکنه به سمت ادرار و از ادرار دفع میشه و میدونی که پروتون یا اچ مثبت عامل اسیده وقتی که دفع میشه اسیده کم میشه و این یعنی که باز هم پی اچ میره بالا و آلکالوز روخ رخ میده پس این به خاطر همینه علت بعدی زیاد شایع نیست ولی در افرادی که دچار اسیدوز میشن گفتم در ویدیو قبلی از ویالی به نام سدیم بیکربنات استفاده میکنن برای جبران اسیدیته خب سدیم بیکربونات میدونید بیکربونات عامل ایجاد باز توی بدنه وقتی که فرد سدیم بیکربونات بیش از اندازه میگیره ممکنه برای یک حالت موقتی دچار آلکالوز متابولیک بشه یعنی جای اینکه ما تصحیحش کنیم داریم خیلی خیلی بیشتر تصحیحش میکنیم اسیدو تبدیل به آلکالوز متابولیک بشه البته زیاد شایع نیست ولی ممکنه رخ بده دوستان خب حالا بریم سراغ اینکه چطوری میتونیم آ... آلکالز متابولیک رو تشخیصش بدیم اول بریم سراغ ای بی جی خب میدونید آلکالز اسیدوز رو بیشتر از روی ای بی جی تشخیصش میدن یه ای بی جی میفرستن آزمایشگاه و همچین جوابی میاد پی اچ ما 7 ه خب پی اچ 7 و 35 الی خیلی رفته بالا پس میفهمیم ماجرا آلکالوز نه اسیدوز خب وقتی که فهمیدیم ماجرا آلکالوز حالا باید بفهمیم که تنفسی یا متابولیک مثل همیشه با روش مستر پسندان رو عمل میکنیم میگیم ای سی او تو موقعی آمله که نمایده تنفس هم هست موقعی آمله که برخلاف پی اچ حرکت کنه پی ای سی او ای تو نرمالش سی او پنج الا اینجا چهله در محدوده نرمال نرفته بالا نه اومده پایین پس عامل نیست درسته؟ پس آمل نیست پس عامل آلکالوزما تنفسی نیست میریم سراغ هاش سی او سه هاش سی, و سی, و سی, و سی که نماینده متابولیک بدنه موقعی عامله که همجهت با پی اچ حرکت کنه هاش سی و سه، میزانش 22 الا 26 نرمالش 38 شده رفته بالا خاصیت هاش سی و سه چیه بیکربنات دیگه خاصیتش چیه بازیه وقتی که میره بالا یعنی باز شده ماجرا بازی شده خب همجهت با پی هم حرکت کرده گفتیم اگر همجهت باشه آمله پس عامل آلکالوز ما متابولیکه فهمیدیم ماجرا آلکالوز متابولیکه خب الان باید بفهمیم علتش چیه که بتونیم درمانش کنیم بیاد بتون بگم چطور میفهمیم علتش چیه یادتون اول ویدیو گفتم که این این علت اولی که بهتون گفتم کلور در ادرار کمتر از 20 تا اما تو این علت ها کلور میره بالا و بیشتر از 20 تا یادتون هست اینجا به دردتون میخوره یا آزمایش کلور ادرار میفرستی اگر کمتر از 20 تا باشه به اینها شک میکنی به استفراغ شک میکنی یا ساکشن انجی به دیوریتیک شک میکنی یا به اسیدوز تنفسی شک میکنیم به این ستا شک میکنیم خب اگر فرد استفراغ داره یا چ... انجی بهش وصله خب میگی یا از استفراغشه یا از ساکشن انجیشه اگر نه فرد تحت درمان با دیوریتیک لوپه دیدی در توی کاردکسش دیدی داره لازیکس میگیره میگی ای کلرش کمتر از 20 دار. لازیکس هم داره میگیره پس ادرارم زیاد داره پس اوکی از دیوریتیک هاست اگر فرد ای بی جی فرستاد مینی آلکالوز متابولیکه میزان کلرش هم کمتر 20 تا ادرار بعدش اسیدوز تنفسی توی ای بی جی هم مشخصه میگی خب دیگه جبران اسیدوز تنفسی بازی شده آلکالوز متابولیک شده یا مثلا آلکالوز میکس تحت ونتیلاتور کلرش کمتر از 20 تا خب میگی ماجرای بعد از ونتیلاتور که میکسش کرده خب اینم که علتهایی که میتونید افتراق بدید اما اجرای فرستادی دی کلور بیشتر از 20 است. به اینا باید شک کنید به مشکلات قده فوق کلیه مثل سندروم کان خب یا مشکلات ثانویه قده فوق کلیه مثل تنگی شریان کلیه سیروز کبدی سی اچ اف و کورتیزول یا همون افزایش کاذب آلدسترون چطوری میتونیم تشخیص بدیم که اولیه است یا ثانویه چطور میتونیم تشخیص بدیم که مشکلی که ایجاد شده مثلا از سندروم کان یا مثلا کانسره قده فوق کلی است که اولیه است یا نه ثانوی است تنگه شریان کلی است روز کبدیه ثانوی آلدسترون رو شده بده چطور میتونیم اینا رو از هم افتراق بدیم خب بیا بهتون بگم خیلی جالبه ببینید یک دونه آزمایش میفرستید توی اون آزمایش میبینید که پی اچ خون اومده بالا آلکالوز متابولیک از یه سمت کلور بیشتر از بیست است خب میگید به اینا شک میکنم دیگه میرم سراغ آلدسترون توی آزمایش آلدسترون ما بالاست خب میگید اوکی آلدسترون بالاست حالا میگیم آلدسترون هم تو علت اولیه بالاست هم تو علت ثانویه ولی تو یه علت اولیه وقتی که آلدسترون میره بالا فشار و خون رو میبره بالا گفتیم چون بازجذب سدیم و آب رو ایجاد میکنه فشار خون رو میبره بالا آردی و پتاسیم رو میاره پایین میبینیم نگاه میکنیم به پتاسیم میبینیم پتاسیم پایینه میگیم آره دیگه مشکل از آلدسترون آلدسترون رفته بالا خب پتاسیم رو آورده با این سدیم رو آورده بالا فشار خون بیمار هم بالا است به خاطر آلدسترون اوکی میدیم رنین رو چک میکنیم چه اتفاقی میفته ببینید وقتی که میدیم رنین رو چک میکنیم چه اتفاقی میفته ببینید وقتی که آلدسترون به صورت اولیه بالاست فشار خون بالاست فشار خون خوبی داره به کلیه میرسه آیا کلیه نیاز داره که رنین ترشح کنه که فشار خون جبران کنه نه چون فشار خون آردی بالاست داره فشار خون خوبی به کلیه میرسه پس کلی رنین ترشح نمیکنه و در توی آزمایش میزان رنین پایینه آلدسترون بالاست پتاسیم پایین سدیم بالا فشار و خون بالا ولی رنین پایینه چون کلیه نیازی نداره حالا بیام تو علت ثانویه توی علت ثانویه اتفاقی که میفته اینه ببین توی علت ثانویه به خاطر انسداد به خاطر سی اچ اف به خاطر سیروز کبدی به خاطر هر چی دیگه خون کافی به کلیه ها نمیرسه و فشاری که به کلیه میرسه کافی نیست چون این شکلیه کلیه ها میاد رنین ترشح میکنه و دنجه توی آزمایش میبینیم رنین ما بالاست رنین که ترشح شد آنژوتانسین دو تبدیل میشه به آنژوتانسین و بعدش آلدسترون میاد بالا پس توی ثانویه هم آلدسترون بالاست هم رنین بالاست آلدسترون باعث کاهش پتاسیم میشه پس پتاسیم ما, ما پایینه مثل اولیه سدیم هم بالاست تنها تفاوتی که با اولی داره اینه که در اولی آلدسترون بالا رنین پایینه در دومی آلدسترون بالاست رنین بالاست این اتفاقی که در افتراق این دوتا میتونیم بکنیم اگر اولی رو دیدیم میگیم اوکی مشکل تو خود قده فوق است حالا یا کنسر یا سندروم کانه یا هر چیز دیگه است یا آدنومه چیه هر چیزی ممکنه باشه یا نه اگر پایینه رو دیدیم میگیم نه مشکل تو خود قده فوق نیست چون قده فوق سالمه یک اتفاق دیگه در رخ میده که مجبور میکنه قده رو به تولید آلدسترون اینم نکته بود که خواستم بهتون بگم خب الان بریم سراغ درمانش دوستان اینکه چطوری میتونیم آلکالوز متابولیک رو درمانش کنیم خب بسته به اینکه علائم چی باشن و علت زمینه آلکالوز متابولیک چیه اولی اولی مورد که گفتیم استفراغ و ساکشن انجی هستش اگر ماجرا از استفراغ و ساکشن انجی خب بهش داروهای آنتی استفراغ میدیم مثل اونداسترون متوکلوپرامید و یا همون پلازیل و پنتوپرازول و کاهش ساکشن انجی حالا شاید بگید چرا سر بهشون پنتو میدی چون پنتو مخالف استفراغ نیست حالا بهتون میگم دوستان پنتو در واقع مهار کننده پمپ اسید توی معده است و باعث کاهش ترشح اسید به معده میشه خب ما گفتیم که در استفراغ اسیدی که توی معده ترشح پیدا کرده تخلیه میشه حالا اگر ما بیایم پمپی که داره اسید رو به معده ترشح میکنه که پنتو بلاک کنیم دیگه اسیدی رو توی معده ترشح نمیده که بخواد از استفراغ از دستش بده منیجر پنتو اینجا به ما کمک میکنه اینو دقتش بکنیم خب کاهش ساکشن ان جی تیوب اگه ببینیم این شکلی انجیتیوب تیوب رو کمتر ساکشن بکنیم این خیلی مهمه دو دیوریتیک ها در افرادی که دارن دیوریتیک مصرف میکنن و ادرار زیاد دارن و ببینیم آلکالیزم خب میدونیم ماجرا از دیوریتیکه. خب کاهش مصرف دارو رو ایجاد کنیم برای این افراد چون ممکن افراد توی ادم باشه و نتونیم کامل قطعش کنیم کاهش بدیم اگر میتونیم قطعش کنیم دارو رو قطعش کنیم دوستان در مقابل میتونیم از انفوزیون نرمال سالین استفاده کنیم دوستان خود سالین خود نرمال سالین میتونه خاصیت اسیدی ایجاد بکنه خب و در نتیجه با انفوزیون نرمال سالین میتونیم تسهیل کنیم آلکالوز متابولیک رو در افرادی که دیورتیک مصرف میکنن حالا شاید بگید مثل بعضی ها CHF دارن بعضی ها ادم ریه دارن ما نمیتونیم انفوزیون مایعات ایجاد کنیم اینا بدتر میشن خب منم باید موافقم در افرادی که CHF دارن در افرادی که ادم ریه دارن ما میتونیم به جای اینکه از لازیکس استفاده کنیم از اسپیرنولاکتون استفاده کنیم دو تا کار برامون انجام میده اسپینولاکتون یکی جلوگیری میکنه از دفع پتاسیم به سمت بیرون در نتیجه این ماجرایی که پتاسیم کاهش پیدا میکنه و اسید کاهش پیدا میکنه رو حذفش میکنه چون اسپینولاکتون نگهدارنده پتاسیمه یک مدر نگهدارنده پتاسیمه دومین کاری که برامون میکنه اینه که دوستان باعث کمتر دفع شدن اسیدی میشه اینم کار دیگه ای که اسپینولاکتون میکنه پس اگر میتونیم لازیکس رو تبدیل به کنیم یکی دیگه از کارهایی که دیگه می میکنه باز هم در ادامه بهتون میگم یه کار دیگه رو هم میکنه اسپینولاکتون خب مایعات کمتری به این افراد بدیم اگه ببینیم ادمیری است اگه ببینید در سی اچ کمتر مایع بهشون انفوزیون کنیم نه اینکه کامل قطش کنیم مثلا 250 سی سی در حالا 8 ساعت در 12 ساعت بگیره ولی قطع نشه چون همین گرفتن سالین باعث میشه که خاصیت آلکالوز قطع بشه جوری که فرد وارد ادم نشه ها این خیلی مهمه خب علت بعدی که تومور فوق و کلیه است رو چطور درمان کنیم اگر تومور فوق و کلیه باشه مثلا در سندرم کان ما میتونیم اون رو جراحیش بکنیم و تومور رو در بیاریم میتونیم شیمی درمانی بکنیم اگر کنسر باشه و میتونیم از اسپیرنولاکتون استفاده کنیم اینجاست که میخوام در واقع فایده بعدی اسپیرنولاکتون رو بهتون میگم دوستان اسپیرنولاکتون یک دارویی هست که باعث مهار اثر آلدسترون بر روی بافت ها میشه خب اسپینولاکتون اینه کارش میاد مانع از تاثیر آلدسترون بر روی بافت ها میشه گفتیم آلدسترون خودش باعث دفع اسید میشه وقتی که تو میاد مهار میکنی اثر آلدسترون رو مهار میکنی دفع اسید رو و در نتیجه دیگه آلکالوزی رخ نمیده این یکی دیگه از فواید اسپینولاکتون هستش خب درمان بعدی در آلدسترون ثانوی حالا شاید مشکل از تومور یا سندروم کاینا نباشه مشکل شاید از تنگی شریان کلیوی سیروز کبی یا همون علت ثانویه باشه خب اگر تنگی شریان کلیوی داریم آنژیوگرافی بکنیم بالون بزنیم که اون تنگی رفت بشه رفع انسداد بکنیم درمان CHF بکنیم اگر فرد دچار CHF بیایم درمانش بکنیم بیایم قلب، به قلب اینو تروپ بدیم یا مثلا بیایم برای قلب حالا اگر نارساس بیایم براش یه کاری بکنیم که درمان بشه نارساییش چون ماجرا از نارسایی قلب داره رقم میخوره اگر مشکل از سیروز بیایم سیروز کبدی رو درمانش بکنیم فرد الکل قطع کنه یا داروهای کبدی بهش بدیم چون ماجرا از کبد رو رقم میخوره خب علت بعدی افزایش کورتیزون گفتیم که در کاهش در افزایش کاذب آلدسترون رخ میده یا همون افزایش کورتیزون خب در معمولا در سندروم کوشینگ رخ میده در سندروم کوشینگ میزان تولید کورتیزون خیلی میره بالا و همین افزایش کورتیزون گفتیم باعث ایجاد تاثیرات آلدسترون بدون حضور آلدسترون میشه خود کورتیزون مثل آلدسترون عمل میکنه و میتونیم این کارو بکنیم بدونیم کاهش دریافت استروید در واقع انجام بدیم در درمان کوشینگ رو انجام بدیم کاهش استرس رو انجام میدیم چون خود استرس باعث افزایش تولید کورتیزون میشه و در نهایت داروهای آنتی کورتیزون بهشون بدیم دوستان اما رسیدیم به نهایت ماجرا فقط اینو میخوام بهتون توضیح بدم که افزایش کاذب آلدسترون یعنی چی نمیخوام براتون مبهم باشه دوستان یک افزایش کاذب آلدسترون داریم که این شکلی رخ میده ببینید میایم پی اچ رو برای بیمار میفرستیم این شکلی تشخیصش میدیم میبینیم پی اچ بالاست و بیمار آلکالوزه آلکالوز متابولیکه بعد میایم آلدسترون رو چک میکنیم میبینیم بیمار آل... آلدسترونش پایینه اه. ولی علائم افزایش آلدسترون رو داره بعد میایم پتاسیم رو چک میکنیم میبینیم پتاسیم بیمار خوبه نرماله بیمار افزایش علائم آلدسترون رو داره ولی پتاسیم نرماله آلدسترون باعث دفع پتاسیم میشد چطوری پتاسیم نرماله پوتاسیوم نرمال چون یه چیز دیگه داره کار آلدسترون رو انجام میده چی کورتیزول پس میام چه که کورتیزول انجام میدیم ببینیم کورتیزول بالاست نه آلدسترون اینجا میشه افزایش کاذب آلدسترون مثلا این بود از ویدیوی الکلیز متابولیک امیدوارم تا ویدیوی بعدی پر انرژی باشید یا yeah.